روز عرفه الله تعالی قریب است، از الله به تو نزدیکترین است و الله تعالی نزدیکتر به تو از نفست و از مادرت و از پدرت و از همسرت و از فرزندانت و هم از مردم نزدیکترین است. پس او تعالی با علمش با ما قریب است، به عوفش قریب است، به رحمتش قریب است، به همه نیکی ها قریب است. و این روز که روز عرفه است، الله سبحانه و تعالی به ما نزدیکتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش جهنم آزاد نمی کند و نزدیک می شود و به آنان نزد فرشتگان افتخار می نماید و می فرماید که اینها چی می خواهند که خانه و وطن خود را ترک کردند و مال خود را برای آمدن به اینجا صرف نمودند و جسم خود را خسته کردند. یعنی آنها جز آمرزش، رضایت، نزدیکی و دیدار الله را می خواهند و اون چی می خواهند برای آنها حاصل شده، درجات آنها به قدر نیت هایشان است. حدیث و روایت امام مسلم. این همان سر است که شخص حاجی به سری کشاده، سر رویش و موی سرش پریشان غبار آلود می کردد که دلالت به آن می کند که بنده خور و مسکین است. روز عرفه تنها به اهل عرفات نیست، بلکه این روز است برای همه مسلمانان. با یک چشم زدن ما از الله تعالی به نیاز نیستیم. پس در این روز آن چیزی که می خواهی پیش خود بیار و از الله تعالی آن را بپرس و امروز در نزد در الله سبحانه و تعالی نزدیک بشو و از او آن را بپرس. امروز روز نتیجه گیری، روز آزادی از آتش دوزخ، روز نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و روز پرسشی حاجت هاست. پس این فرصت را از دست مده.